شنبه گذشته مراسم یادبودی به مناسبت درگذشت بانوی مددکاری اجتماعی ایران ستاره فرمانفرمایان با حضور جمعی از شاگردان و همکاران ایشان در کنار اعضای خانواده در دانشگاه UCLA در لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم چند تن از اعضای فامیل، یکی از شاگردان و یکی از همکلاسان قدیم ایشان درباره او صحبت کردند. من فکر می‌کنم بزرگترین خدمتی که کرد به اون جامعه این بود که به جامعه نشون داد که مسائل اجتماعی مسائل ساده‌ای نیست که بهش همینجوری از طریق مثلا آن سیستماتیک کت خدامنشی بهش توجه کرد. باید آموزش داد، باید افراد رو تربیت کرد به مسائل اجتماعی از دید علمی بهش نگاه بکنن و نیازهای مردم رو در نظر بگیرن، مردم رو شرکت بدن در برآورد نیازاشون. ستاره فرمانفرمایان که در سال 1299 در شیراز متولد شد، فرزند عبدالحسین میرزای فرمانفرما از شاهزادگان و شخصیت‌های بانفوذ قاجار بود. او جز اولین زنانی بود که برای تحصیل راهی خارج از کشور شد و به عنوان اولین دانشجوی ایرانی دانشگاه ایالتی جنوب کالیفرنیا USC در رشته روانشناسی و از دانشگاه شیکاگو به عنوان مددکار اجتماعی فارغ التحصیل شد. او پس از مدتی کار در سازمان ملل متحد به دعوت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به ایران آمد و در اوایل دهه 40 آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تهران را تأسیس کرد و به شیوه تخصصی و مدرن به آموزش داوطلبان مددکاری اجتماعی پرداخت. این مدرسه و شاگردان فرمانفرمایان خدمات اجتماعی و حمایتی بسیاری را در پرورشگاه‌ها، محله‌های فقیرنشین، مدارس، بیمارستان‌ها و روسپی‌خانه‌ها به انجام رساندند. فرمانفرمایان که بعد از انقلاب برخلاف میلش ایران را ترک کرد، در لس آنجلس ساکن شد و به خدمات مددکاری‌اش ادامه داد. او علاوه بر انتشار کتاب‌های تحقیقاتی و آموزشی در این زمینه، در کتاب دختری از ایران خاطرات زندگیش را به روی ورق آورده است. دانشگاه هاروارد آمریکا نام او را به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار تاریخ این کشور قرار داده است. فرمانفرمایان ماه گذشته در سن 91 سالگی در لس آنجلس درگذشت. ایشون برای زمان خودشون واقعا یک پیشرو و رهبری بودند که شاید متعلق به دو قرن بعد بودن، نه اون زمانی که ایشون زندگی می کردن. برای اون زمان خیلی بود، اونم برای کسی که از یک خانواده مثل خانواده فرمانفرما آمده بره در یک محله روسپی‌نشین و این خدمات فوق‌العاده رو انجام بده. چیزی که الان از ایشون مونده اون خدمت و آموزشی هست که به شاگرداشون کردن و الان در زندگی شاگردان قدیمشون، خدمت ایشون، کار ایشون پابرجا مونده و امیدوارم که نسل به نسل این خدمات ایشون از طریق افراد و از طریق کارهایی که افراد میکنن ادامه پیدا بکنه و امیدوارم که یک زمانی ایرانی ها قدر کارهای خانم فرمانفرمایان رو بدونن. مامانم همیشه میگفت که هرچی که آدم تو خونش داره ممکنه گم کنه، ولی درسی که بخونه تو سرش همیشه هست. از چیزای خوب ایشان یادم میاد که گفتم چرا خانم برای سعی نمی کنی نخست وزیر بشی؟ گفت نخست وزیر اونجا به من دستور میدن چیکار بکنم، ولی در این شغل که الان دارم من به اونا دستور بدم چیکار بکنم. خانم فرمانفرمایان همونطوری که همیشه میگیم خانم، این یه مادر بود برای ما، میهم پرست بود، دوست بود، رفیق بود و ما همه با هم سعی میکردیم مسائل و مشکلات مردم رو حل کنیم. منو فرستادن به دفتر شهبانو، چون شهبانو خیلی علاقه داشتن که در دفترشون مددکارای اجتماعی شروع کار کنن. من اولین مددکاری بودم که اونجا رفتم و سالهای سال همونجا بودم. این بانو با محبت کامل عین خانم فرمانفرمایان، دوتایی واقعا نمیتونم اینا رو جدا کنم از هم، برای اینکه هر دوتا رول خیلی مهمی در این مملکت داشتن و ما تونستیم با کمک همینا خیلی تغییرات بدیم و به جامعه کمک کنیم و جامعه رو به یه صورتی ببریم که مسائل و مشکلاتشون و مردم خودشون بدونن چیه و یاد بگیرن و حل کنن. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.